یک لحظه. بله دوستان عزیز سلام، برنامه آقای یزدان خدابندلو رو شروع میکنیم. ایشون لطف کردن تیتر برنامه شون که همون دنباله بحث آسیب شناسی فرهنگی است رو ادامه میدن، ولی درباره 3-4 تا مطلب گوناگون. یکی اینکه که چرا جماعت، حالا اینا میگن ما سلطنت طلب نیستیم، طرفدار پادشاهی هستیم، بعضی هاشون شاه‌اللهی هستن، ولی اون چیزی که شما نوشتید دقیقا اینه. بذارید من اصلا برای دوستان هم نشون بدم که اینها ببینن، چون بعضی ها میگن آقا طرف سوالار فرستاده بود. میگم خب این رسمه، همه جای دنیا طرف میاد میگه که من در مورد این مطالب میخوام صحبت کنم. تازه اگر بتونیم به موقع انجام بدیم اینو، ما روی فیسبوک هم میذاریم مثل کانون آوا که شما دوستان هم از قبل بدونید. بذارید من اینجا بیام سراغتون. بله ایشون گفتن که چرا جماعت سلطنت طلب تلاش میکنند آب رفته را به جوی سلطنت بازگردانند. چرا دو، چرا شاه اللهی ها نمیخواهند قبول کنند به اراده ملت در انقلاب 57 بساط نهاد سلطنت برچیده و نظام جمهوری مستقل شد. البته من این نظام جمهوری کمی اشکال دارم، نظام سلطنت آخوندی شده. معایب نظام سلطنت چه بود که پاسخگوی نیاز جامعه امروز ایران نیست؟ 4، چرا اغلب کشورهای اروپای صنعتی نظام شاهنشاهی دارند و ما نمیتوانیم داشته باشیم؟ مشکل در کجاست؟ دوستان عزیز به اتفاق شما به آقای خدابندلو خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. بفرمایید آقای خدابندلو. درود بر شما آقای مهری. آقای مهری نیستم، سوربی هم سوربی مهری. آقای سوربی و شنوندگان و بینندگانتان ممنون از شما، چون من با آقای مهری هم قبلا یه مقداری صحبت میکردم. بله خب من قبل از اینکه به این مسئله شاه و لای ها بپردازم در حوزه آسیب شناسی، ممکنه شما خواهش کنم که چند تا تصویر هست از دوران مصدق که اون جدای 1332 بله و دوران انقلاب و به بافت جمعیت هم. توجه کنید به این کتاب، نشانه های از نشانه های تصویری تا متن بله در این کتاب توضیح میده که شما به تصویر چگونه نگاه کنید و تفسیرش کنید. خب اجازه بدید شما وقتی که به این عکس ها توجه میکنید، مثلا عکس شماره 1 رو بگذارید. بله این که نوشته انقلاب 1، یا از اونی که از دوره مصدق هست میخوایم شروع کنید؟ مال دوره مصدق هست، یه دونه عکس شماره 1 مثل که در اونجا میگه ملت ما رو آزاد بگذارید. بله اجازه بدید اینه اینجا دوستان کامرای 2، من این عکس ها رو امروز صبح که دیدم واقعا از این نظم و ترتیب و اینها تعجب کردم. بفرمایید. ببین آقا در اون عکس جماعتی رو داره نشون میده که اعتصاب کردن، اعتراض دارن میکنن، اما کاملا متینن. یعنی به بافت جمعیت نگاه کنید میبینید که اینا شهروندن، یعنی قبل از اون اصلاحات ارضی که راه انداخت و سیل مهاجران روستایی اومد توی شهر، اینا نیستن. اینا مال دوره مصدقن، یعنی مال دوره ای هستن که تهران و اغلب شهرهای بزرگ ایران بافت جمعیت شهری خودشو داشت و روستایی ها 80-90% هم در روستاها بودن. حالا بیایید عکس شماره 2 رو نگاه کنید. منظورتون همون هست ولی دارن راه میرن توی خیابون اینا؟ بله. به بافت جمعیت، به لباس هاشون، به خانوم ها و آقایان توجه کنید. اینا از نظر ظاهر وقتی که نگاه میکنیم پهلو میزنه به بافت جمعیت پاریس در مثلا 1950. ترتمیز هستن، مرتب هستن و اعتصاباتشون هم در اونجا داری کرده بدون اینی که اوباش بازی را بندازن. حالا بیاین توی اون عکس دوتای دیگه که مال دوران انقلابه. این خیلی جالبه. بله اجازه بدید کامرای 3 رو من برای شما بذارم. بله دارم اونو نشون میدم که
دارن فریاد میزنن و نوشته تظاهرات مردم در انقلاب 57 جماعتی نیمه روستایی نیمه شهری آسی و ناراضی با مشتهای گره کرده به فرمان خرد جمعی با ضربتی هراس‌انگیز نهاد سلطنت را در هم کوبید. عکس شماره 2 بفرمایید. یه عکس دیگه هم هست که 4 تا عکس من برای شما فرستادم که قبل از این صحبت این تصاویر رو نشون بدیم و مقایسه کنیم بافت دو جمعیت را. بله این عکس بعدی هم نشین میگه که تظاهر کنندگان عصر انقلاب 57 عکس شماره 3. عکس شماره 3 دو تا عکس از دوره انقلاب من نشون دادم که یکی تقریبا جمعیت یا تشکل‌های کمونیستی رو نشون میده، یکی دیگه هم بافت مردم کوچه و بازار همون کوچیک و بزرگ رو داره نشون میده. این بافت جمعیت یک جمعیت نیمه روستاییست نیمه شهریست و وقتی که اینا اومدن در پیرامون شهرها اون حلبی آبادها رو تشکیل دادن، طبیعتا اون بازوی اجرایی برای وارد کردن اون ضربت هراس‌انگیز به نهاد سلطنت رو فراهم کرد. یعنی با اون اصلاحات ارضی غلط و ناهنجاری که اعلی حضرت را انداخت و این مهاجران روستایی‌ها در ابعاد میلیونی به طرف شهرهای بزرگ مخصوصا کلان شهر تهران سرازیر شدن، طبیعتا زیرابش زد دیگه، زیراب این نظام سلطنت شد. این یکی از اون عامل‌های جامعه شناسی هسته که این آقایون سلطنت طلب ها و دیگر مفسرین سیاسی توجه بهش نمی کنند. حالا بپردازیم به مسئله خصوصیت هرم قدرت در ایران. من امروز عکس شما رو نمی بینم در اون طرف تصویر. نه دیگه عکس من مستقیم میره داخل دستگاه، عکس شما میره اونجا، دوتاشو بعد با هم میبین. آها ممکنه من از شما خواهش بکنم که دیگه متن رو شما نشون ندید، چون متن رو من اینجا دارم میخونم. باش. چون برای اینی که وقتی که متن نشون میدید بعد از این دوستا گفتن که آقا شما پشت این متن قایم شدید بس این چیز تصویریش چی میشه. شما دارید اینجا رسانه تصویری میکنید، متن رو من میخونم و اون رو چیز نکنید و در این حال اون لوگوی ایمیل و شماره تلفن من هم لطفاً دیگه نگذارید. اصلا نگذاریم یا فقط یه بار بذاریم؟ اصلا نگذاریم، چون برای اینکه ما لغای این تلفن کردن اینها و تماس گرفتن رو به عطاشون بخشیدیم. بله. خب بپردازیم به خصوصیت هرم قدرت در ایران. در کشورهایی که تنها یک تشکیلات و در رأس آن شیخ یا شاه یا رئیس جمهور مادامال عمر زمام امور را در دست دارند، جز خود آنها کس دیگری آزادی ندارد و برای ادامه حیات باید نوکر و بله قربانگو باشد. در این سامانه ها نه آزادی بیان وجود دارد، نه لائیسیته، نه سکولاریسم، نه دموکراسی و همه نمایندگان، استانداران و شهرداران انتصابی و کسانی که به اصطلاح انتخابی هستند می باید از فیلتر شخص اول کشور بگذرند. برای نمونه در نظام به اصطلاح پارلمانی مشروطه شخص شاه باید شیعه و اسلام پناه باشد و اختیار انتصاب 50% نمایندگان دو مجلس مؤسسان و شورای ملی را دارد و شهروندان تنها حق انتخاب 50% و آقای رضا پهلوی از اختیارات فراسیاسی و فراقانونی برخوردار است و می تواند رأی 100% نمایندگان مردم را وتو و شخصا از سوی خود با کشور کمپانی ها و افراد خارجی پشت درهای بسته معامله کند. به عبارت دیگر تنها تفاوت شیخ با شاه این است که آقا رضا پهلوی آزادی حجاب، موسیقی، نوشابه های الکلی میدهد و دارایی کشور را در غزه، لبنان و یمن مصرف نمی کند، بلکه مانند پدر تاجدارش 5 میلیارد دلار به انور سادات کمک بلا عوض می کند بدون اینکه از مردم اجازه بگیرد، بدون اجازه از ملت ایران. بحرین را واگذار
و جهت دخالت در انتخابات آمریکا با پرداخت 250 میلیون دلار به کمپین نیکسون کمک میکند و هنگامی که جمهوری خواهان انتخابات را به دموکرات ها میبازند، کندی از او سخت برآشفته و تصمیم میگیرد تیمور بختیار وزیر سازمان امنیت را جایگزین او کند و اعلیحضرت تیمور بختیار بدبخت را بر اساس سنت وزیرکشی در ایران که دفتری دارد کهن به عراق تبعید و فرمان قتل او را صادر و سراسیمه به چاپلوسی کندی پرداخته و در کتاب مأموریت برای وطنم منتشر میکنند. و تنها اقدام درخشان ایران در سلطنت 37 ساله به دستور آمریکایی ها به عمل آوردن آن اصلاحات ارضی ناهنجار بود. آی سوربی، اصلاحات در نفس خودش بد نیست شا، ولی وقتی ناهنجار اجرا بشه فاجعه به بار میاره. اصلاحات ارضی ناهنجار بود که زمین‌های دهقان‌ها را در دوران قاجار و خانهای مغلتبار و روحانیون به زور اسلحه از مردم گرفته بودند به برزگران و روستاییان باز می‌گرداند و آنها را از رعیت بودن آزاد می‌کند و روستاییان ابتدا از سخاوت شاه شادمان می‌شوند، اما این شادمانی دیر نمی‌پاید و شرایط زندگی آنها از گذشته بدتر می‌گردد، زیرا به تعدادی از خردمالکان و کشاورزان بی اطلاع از اقلیم صحرایی و کمباران ایران اجازه احداث چاه عمیق برای بیرون کشیدن سفره آب‌های زیرزمینی از لایه‌های 50 تا 250 متری در پیرامون دهکده‌ها می‌دهد و چشمسارهای روستاها خشکیده و شاه برای خوشخدمتی شروع به خرید گندم از آمریکا کرده تا کشاورزی ایالات متحده رونق گیرد و خشم کندی فرو نشیند. اما آن حاتم بخشی ها از کیسه ملت و چاپلوسی های نوکرمنشانه مؤثر واقع نشده و خشم پنهان دموکرات ها سرانجام در زمان کارتر زیرا به شاه را می زنند و تاوان فاجعه بارش را ملت محجوب می پردازند. و در ایران شرکت زراعی زمین های آبی حاصلخیز و دیمی را به بهانه ایجاد فضای سبز از کشاورزان پس گرفته و به حال خود رها می کند و مردم بینوای روستاها که اکثر ساکنان کشور را تشکیل می‌دادند برای لقمه نان، خانه و کاشانه بومی را رها و به شهرها می‌کوچند. و در این هجرت از یک سو وجه مثبت شخصیتشان که محصول کشاورزی در دهستان بود از میان می‌رود و تعادل شهروندی را به هم می‌زند و آنها را از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل و از دیگر سو وجه دینخوی تفکرشان با بزهکاری شهر در هم آمیخته و لومپنیسم متراکم و محروم از رفاه اجتماعی عصر انقلاب را برای وارد کردن ضربه فلجساز بر پیکر سلطنت پدید می آورند. و سرانجام زمین های شرکت زراعی و فضای سبز به چنگ امام جمعه ها می افتد و در سال 1355 در کنگره سراسری 750 هزار شرکت کننده داوطلب تحصیلات عالی بودند، اما دانشگاه های کشور تنها ظرفیت پذیرش 50 هزار دانشجو را داشتند و آن 700 هزار داوطلب دیگر ناگزیر به دیپلم اکتفا کرده و تعدادی هم برای ادامه تحصیل به خارج سفر و برای هزینه تحصیلات به قول محمد رضا شاه بروند در رستوران های غرب ظرفشویی و گارسونی کنند. و سامانه سلطنت با برخورداری از فروش روزی 3 میلیون بشکه نفت در سرتاسر ایران تنها 40 کیلومتر اتوبان، 5860 کیلومتر آسفالت و مابقی شنی و خاکی و در مجموع 42 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی به عنوان تأسیسات زیربنایی در اختیار داشتیم و در ابتدای اصلاحات ارضی به روستایان مبلغ وام میدهند جهت بهبود کشاورزی و دامداری بکار گیرند، اما دریافت کنندگان پول را گرفته و به زیارت مشهد و
کربلا میروند. اون عکس شاه و شیخ رو هم میتونید نشون بدید؟ بله بله. که اعلیحضرت نشسته مثل فرعون روی یک کاناپه و خمینی هم اونجا و یه مشتم مار در اونجا هست. این بود خصلت هرم سیاست در ایران. یک لحظه، البته بله، این عکس به اصطلاح ساختنی است، صورت شاه رو گذاشتن به جای فرعون روی اون سنگ و روی تخت و یه مشتم مار. آقای خمینی هم اینجا، بله خب نشون دادم این عکس. خب حالا شما در این قسمت چیزی سوالی دارید؟ نه من سوال ندارم، ولی شما یه نکته رو گفتید که خیلی جالبه، چون من با دوستان وقتی صحبت میکنم بعضی هاشون میگن آقا یعنی انقلاب شاه بد بود، زمین ها رو داد و فلان. شما خیلی قشنگ این رو توضیح دادید که بعضی از اصلاحات اگر پایه و اساسش درست نباشه اون اصلاحات به درد نمیخوره، یعنی اوضاع رو بدتر هم میکنه. همین ماجرای سپاه دانش فکر خوبی بوده، سپاه ترویج فکر خوبی بوده، ولی وقتی شما یه بچه شهری بدون تجربه رو 3 ماه درسش میدی، میگی تو شدی معلم، میفرسیش توی دهی که نه آب داره نه چیز داره، این بچه همش به فکر فراره. یعنی یه نفر دیگه باید الان بیاد مأمور بشه، خود این سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج رو اونجا نگه داره، بعد مثلا سپاه ترویج بره به کت خدا بگه چجوری زندگی کنید، که چه جوکهایی در این مورد ساخته بودن. ممنونم که شما اینو گفتید که بشه آدم این رو استفاده کنه، کد کنه، بگه که بابا جون اصلاحات خوبه، ولی اگر زمینه اصلاحات آماده نباشه فایده ای نداره. مثل که من بگم یه خونه بزرگ و قشنگ میخوام بسازم ولی این زمین زیرش محکم نباشه، خب معلومه که روز اول دوم میاد پایین خونه. بفهم. درود بر شما. من این مطلب رو برای شما ارسال کردم چون در اونجا یه سری و اتفاقا در همین امشب تو برنامه یه سری کوتاه من ارائه میدم، یه سری مطالب ارائه میدم که به این طور مسائل زیربنایی و بنیادی آقا و خانم های سلطنت طلب اشاره نمی کنن و توجه ندارن. حالا من میخوام اینجا بپردازم به این که این آقایون مخصوصا مرداشون سلطنت طلب ها چرا الان دارن گرایش پیدا کردن به هرکول ساختن از رضا شاه و محمد رضا شاه، و بدون توجه به اینه که بابا جان این آقایون هرکول نبودن، اون رضا شاه محصول مطالبات متراکب شده عصر مشروطه بود که دست بر قضا چرخید دنبال یه آدمی در آستانه فروریزی دولت فرتود قاجاری، فردی رو پیدا کرد که مقتدر بود، نظامی بود، خط بلند بود، عصبیت داشت، اینو پیدا کرد و قدرت رو داد به دستش، گفت بفرما. تو 10 سال اولم کارهای خوبی کرد، اما تو اون 9 سال بعدیش یواش یواش باز دنده روی این پاشته افتاد روی استبداد و در به هم روی هم پاشته سابق چلخی و آخر سرم اینقدر فرزانه کشی کرد و رجال سیاسی متعهد به نسبت به ایران رو از صحنه بیرون کرد که تکیگاه مردمیش رو از دست داد. حالا من اینجا میخوام به زیربنای تفکر مشترک این آقایون اشاره کنم که شبیه حزب اللهی هاست، یعنی مذهبی هستن. خب زیربنای تفکر مشترک در این مورد هم گاهی اوقات میتونید اون تصویری رو نشون بدید که شاه داره دامن خمینی رو میکشه، داره التماس بهش میکنه، مثل اون شعر است که یکی گرگ در آستین گرگ میپرورید، چو پرورده شد خواجه را بردریده. این قضیه اینجاست. چرا سلطنت طلب ها زیربنای تفکرشان شبیه حزب اللهی هاست؟ برای روشن شدن موضوع ابتدا تفکر را تعریف کنیم تا مشخص شود قاعده اندیشه شاه محوری و حزب اللهی با کدامین مفاهیم به عنوان آجرهای بنیادین موزاییک بندی شده که دارای جلوه های واحد و مشترک است. تعریف تفکر. اندیشه یا تفکر به انگلیسی thinking کارکرد مغز آدمی است که به حکم ضرورت در مورد پدیده‌ای در میدان بقا فعال می شود. جهت صدور حکم،
آفرینش، تخریب، تحلیل، انتقاد، استدلال، استنتاج، فراگیری، تردید و صدها موردی دیگر که این تلاش و فرایند ذهنی را در روانشناسی مدرن تفکر می نامند که نحوه چیدمان مفاهیم اگر شبیه اتم‌های کربن در ساختمان الماس منظم و متقارن موزاییک بندی شده باشد، باستاب آن درخشان به نحوی که نور را از خود عبور می دهد و در حوزه معرفت منجر به ظهور عقل و اگر نامنظم برهم تلمبار گردد، پیامدش شبیه زغال تیره و تار و کوراندیشی خواهد بود. علت غرایز مشترک شاهی شیخی: یک، تولد و رشد در محیط و جامعه‌ای که فرهنگش قائم به شخص و تحت تأثیر اهداف نهاد دیانت و سامانه سلطنتی آلوده به مناسک و سمبل‌های اسلامی است. دو، آرمان و اهداف مشترک حکاکی شده در لوح ضمیرشان. سه، نیاز به تکیگاه قائد اعظم شاه و شیخ. یعنی اینا روی محور شخصیت خودشون نمیتونن بایستن، باید حتما یک کسی باشه با اون تکیه کنند. چهار، فقدان فردیت مستقل تحت تأثیر توحید اسلامی که فرد را در معده جمع حضم و ناپیدا میکنند تا شبیه گله حیوانی نیازمند چوپان شاه شیخی منش باشد. پنج، عدم خلاقیت و توانایی تولید در حوزه‌های کشاورزی، در حوزه‌های کارورزی، در پیکر روانی سلطنت طلبا و حزب اللهی ها. شما می‌دونید آقای سربی، هم سلطنت طلبا هم حزب اللهی ها انسان‌های کارورزی نیستند. مثلا اونایی که میان شروع می‌کنن به تئوری بافی ها. بله. مثلا آقای کتیور و سروش اصلا با کار بیگانه است. شش، فقدان تفکر نقاد و عقل چالاک در درک علت، معلول، تضاد، تناقض، سکون، حرکت، تحول و تنفر از تکامل به علت علاقه به سکونزایی و دلبستگی به ایستایی سنت نبوی. البته اون سنت شاهی را میتونیم بهش اضافه کنیم. هفت، واپسگرایی حاکم بر تفکرشان که فکر میکنن آنچه دیروز داشتن امروز از آن برخوردار نیستن و میل دارن به شرایط گذشته برگردن که بازتاب ناتوانیشان در انطباق با تحول، تغییر و اداره امور کشور. هشت، ملامت و اهانت به ملت. حزب اللهی تحت تأثیر شاکلی امت که خود را بنده الله و شاه اللهی غلام و رعیت اعلی حضرت می داند. نو، سوء استفاده ناآگاهانه شاه اللهی و موجتواری از سیاست استراتژی باستانگرایی ملت جهت مقابله با ابلیس اسلامی متکی به سنت رسول الله که سلطنت پرستان گمان میکنن روی کرده نسل معاصر به گذشته دور شامل بازگشت سلطنت شبیه رجعت حزب اللهی ها به سنت رسول الله است. یا فقدان تحصیلات آکادمیک نزد حزب اللهی و شاه اللهی که هر دو گروه جهان سومی و فاقد درک عمیق در حوزه فلسفه و جبر تاریخ است. 11، شاه، شیخ و جمیع هوادارانشان در گروه اقلیت مدام در حراس از اکثریت و مخالف نظام جمهوری که رئیس دولت الزاماً توسط رأی اکثریت به حکومت تعیین می شود. آقای سربی، یه روز دیدین درباره نظام شاهی و جمهوری داشتیم صحبت می کردیم؟ بله بله. در نظام جمهوری وقتی که مردم صاحب رأی هستند و می توانن رئیس دولت رو تعیین کنن، پدیده‌ای به نام اقلیت از میان برداشته میشه، چون همه مردم در انتخاب رئیس دولت شرکت دارن. این یکی از اون مسائلی هستش به طرف ملی‌گرایی. آقای احمدی میگفت باید ملت سازی بکنیم. در همون نظام جمهوری ملت سازی اتفاق افتاده.
در نظام شاهی ملت نوکر و رعیت و بنده و برده بود، اصلا کاری نبود. در نظام جمهوری صاحب رأی همه کار است. خب شاه و امام محوری، شاه و شیخ تکیگاه جماعت شاه الله و حزب الله هستند و ایشان قبلگاه مادی و معنوی کشور و همه امور به فرمان این دو حیولا صورت میگیرند، زیرا موجودی مقدس، خدایگان، آیت الله، دارای فر ایزدی، نماینده الله در زمین، بزرگ ارتشداران، مقام معظم و اعلی حضرت به شمار می روند و چاکرمنشی شهروندان بدون حق مشارکت و دخالت در امور کشور در پیشگاه ایشان تنها در مقام رعیت و برده مشروع و الزامی است و وفاداری به نظام سلطنت و بیت امامت جهت برخورداری از آخر چرب دربار و فیضیه از جلوه های آن است. و اگر در دهه‌های اخیر سلطنت پرستان به تعداد حزب اللهی از شکوه و عظمت ایران قبل از اسلام یاد میکنند، معالن نه برای احیای رنسانس نوین ایرانی جهت برپایی ملیت و هویتی استوار بر بنیاد میراث کهن، بلکه موج سواری سوء استفاده از عواطف مردم جهت بازگرداندن آب رفته بر جوی سلطنت. و گرایشات این دو گروه به مدرنیسم و نوگرایی سطحی و توهمی بیشتیست، زیرا هر دو جماعت به شدت وابسته به سنت رسول الله و فر ایزدی هستند که عامل ایستایی، سکونزایی و عقباندگی جامعه بود و هست. یکی از زیانهای بزرگ جذب‌اندیشی شاه اللهی ها تفکر دینی است که در نظام فکریش سؤال مطرح نمی شود تا تحرک فکر را به وجود آورد و قدرت استدلال و استنتاج را تقویت کند. شاه اللهی ها تنها همه اوهام هایشان، شاه اللهی ها تقریبا همه اوهام هایشان شبیه به هم دارند و هرگز در طول تاریخ کسی در بین جماعت شیخ شاه اللهی پیدا نمی کنید که در کسب کار بله قربانگویی بوده و کشفی در حوزه فناوری کرده باشد، چون از زمینه تعبد و بستر جذب‌اندیشی دستاورد مادی و معنوی ارزشمند تولید نمی شود. شما برید توی اون مجموعه دار دسته شاه و درباری حرفا ببینید یه دونه مخترعشون پیدا میکنید؟ ابدا، چون سوال در زبانشون مطرح نمیگردن. و اگر کسی از جماعت شاه و حزب اللهی سوال کند که در صورت بازگشت سلطنت و ظهور امام زمان چه تضمینی وجود دارد که آقای رضا پهلوی و برگزیده رسول الله راه پدر و پدر بزرگان خود را نروند و پای مبارکشان را در کفش استبداد سیاسی و تعصب سیاه دینی نکنند و دروازه ها بر پاشنه سابق نچرخند. حال اینجا اشاره میکنم به تعدادی از احزاب دوره شاه و نظام جمهوری. احزاب و گروه های وابسته به دربار و فیضیه، سلطنت طلبان و حزب اللهی ها به دلیل اعتقاد به استبداد حاکم و ایجاد رابطه با شاه و شیخ به وجود احزاب مستقل به عنوان ابزار اداره جامعه مدرن برخواستند، پیکر ملت نیاز ندارند و در دوره معاصر جهت تظاهر به لزوم مشارکت مردم دست به تأسیس نهادها، احزاب بله قربانگو و گروه های وابسته شدند و این جماعت که با عنوان حزب احزاب دولتی شناخته می شوند که به امر شاه و شیخ به صورت فرمایشی تشکیل و هر گروه ارتباط تنگاتنگی با نظام سلطنت و فیضیه تحت نام های حزب وطن، حزب اراده ملی، حزب دموکرات ایران، حزب مردم، حزب ملیون، کانون مترقی، حزب ایران نوین و حزب رستاخیز ملت ایران و در بعد از انقلاب 57 حزب اصولگرا، حزب اصلاح طلبان میان رو و اعتدالگرایان، تشکلهای دانشجویی، احزاب اصلاح طلب راستگرا و چپگرا، حزب مشارکت، احزاب ملیگرا
جمهوری خواه را میتوان نام برد و در 25 سال گذشته سلطنت طلبان بیانیه‌های آتشین نقض حقوق بشر در ایران تحت سلطه ملایان صادر کرده و در مورد سلطنت دموکراتیک پادشاهی پارلمانی تنها مهملات سرهم میکنند تا شاید آب رفته را به جوی اعلی حضرت رضا پهلوی بازگردانند و از مواهبش برخوردار و کماکان قوه قضاییه و مقننه بر مبنای شریعت شبیه قانون اساسی 1906 مشروطه برای 5 مجتهد شیعه حق وتو قائل شود که ماده‌ای برخلاف شرع مقدس تصویب نشود و اسلام مذهب رسمی ایران باقی بماند. بفرمایید میکروفون در اختیار شما. خیلی ممنون. فقط جالب بود شما راجع به این احزاب که میگفتید و مخصوصا اون قسمتی که میگید 50%ش رو باید شاه انتخاب میکرده، فوری سوال میشه برای آدم که حالا اون 50%ی رو هم که ملت باید انتخاب میکردن چه داستانها و ماجراهای ما میشنویم که نمایندهای مردم رو اصلا بی احترامی میکردن، مینداختن اون بر خودشون، هر کسی رو میخواستن میذاشتن و آقای احمدعلی مسعود انصاری یه وقت گفت که دعوایی بوده که حتی اسامی سناتورا و اینها رو توی به اصطلاح کاخ خط می‌زدن، عوض می‌کردن و فقط نمایشی بوده و این را هم میشه بگیم باز مثل همون اصلاحاتی که پایه و اساس نداشته، انتخابات هم پایه و اساس نداشته، احزاب هم پایه و اساس نداشته. خود من امروز از انتخابات آمریکا حتی ایراد گرفتم، گفتم این سیستمی که اینها درست کردن مربوط به اون موقعی است که قرن 19 و قرن اوائل قرن 20 مردم وسیله نداشتن، سه شنبه ها فقط میتونستن به شهر برسن، بعد چون سواد نداشتن یه سری نماینده هایی اونها میشدن نماینده با سواد مردم برای انتخاب کردن. ولی الان ببینید شما همین کارنوال رو میذارن اینجا، میان 3 روز 4 روز انقدر پول خرج میکنن، بعدم این ایالت میاد اعلام میکنه اینجور اینجور. در صورت ممنونم که این رو گفتید که دوستان اگر فکر میکنن احزابی هم بوده در اون موقع بیشتر در موردش مطالعه کنن و به پاسخی که میرسن اینه که اگر احزابی بود نمیشد منجر به تک حزبی رستاخیز، اونم حزبی که آقای دکتر گنجی، من دوبار باشون مصاحبه کردم، یه ویدیویی روی یوتیوب هست دوستان حتما ببینید، میگه این حزب تک حزبی با حزبای دیگه فرق میکنه، این حزب رئیسش آقای شاه هست. اصلا مسخره ترین چیزی که یه نفر میتونه گفته باشه، این رو وزیر به اصطلاح آموزش پرورش کشور ایران اون موقع گفتن. بفرمایید. خوب مطالب رو بیان کردین. آقای سلوی میتونید کسی رو پیدا بکنید که درباره اون کشمکش‌های بین مصدق و شاه هم بیاد مطلب ارائه کنه؟ والا باید خب معمولا کسانی باشن که اونجا حضور داشته باشن، این گونه افراد سنا بالا هست و خیلی هاشون از همین فحاشیای شاه اللهیا، نه طرفداران پادشاهی. طرفدار پادشاهی بله حق دارید، هر کسی بگه من میخوام مثل نمیدونم سوئد، مثل هلند، مثل سوئیس، هر جا که دوست دارید پادشاهی میبینید اونجا باشم، ولی بعضی از اینها از واقعا از ترس فحاشی میگن ما دیگه آخر عمرمونم هست و اینها نمیان. ولی اگه کسی باشه دوستان، از همین الان اعلام میکنیم، خوشحال میشیم که میکروفون و دوربین رو در اختیارشون بذاریم. بسیار. حالا من میخوام بپردازم به زیربناهای تفکر این شاه لایه ها که چرا گرفتار کیش شخصیت هستند. متاسفانه من ندیدم در بین این مفسرین سیاسی در این 10 سال اخیر که فردی بیاد درباره کیش شخصیت و مضرات آن صحبت بکنه. اون ابتدای انقلاب یه مدتی این آقای بنی صدر درباره کیش شخصیت یه سری حرفای زد، اما الان ما نیاز داریم که درباره کیش شخصیت بحث‌های مفصلی صورت بگیره. چرا؟ برای اینکه من دارم می‌بینم یه تعدادی حتی پا به سن گذاشته مخصوصا در خارج کشور وارد میدان شدن، حالا توی فضای مجازی، که درباره شاه، حالا هر دو پهلوی
بحث میکنن و سخنرانی میکنن و یه تعداد جوان رو هم که بیخبره تحت تاثیر قرار دارن میدن. و اگر این قضیه رشد بکنه و به یک موزل تبدیل بشه، فاجعه است برای ما. خب گرفتار کیش شخصیت بودن، یکی از کارکردها میتونن اون تصویر کارکردهای ذهنی کتاب آقای لوسین لویبرون رو هم نشون بدید؟ اگه تو عکسای دیروز نبوده نه، اونایی رو که مال قبل بوده من معمولا پاک میکنم چون جا ندارم. نه مال دار، مال دیروزه، دیروز اینا رو من 6 7 تا دونه عکس برای شما اینجا... فرستادم در رابطه بله. با همین متن. اینجا دو تاش که مال اون راهپیمایای زمان مصدق هست، دو تای زمان انقلاب، یکیش دستبوسی آخوندا از خانم فرع، یکیش عکس شاه نوشته شاه گریان، یکی شاه و خمینی، یکی دیگه فرع، یکی هم نوشتید کرکسان. آها اونو بس نفرستم. خب یکی از کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده، کتابش هم اگه اینجا دم دستم بود اینو من میتونستم بهتون نشون بدم، اینا اینجا هست. ببینین آقا دیده میشه توی فیلم؟ بله بله، کارکردهای ذهنی، کارکردهای ذهنی در جوامع عقب مانده. این لوسن لویبرول پدر جد روانشناسان جدید و قرن 20 و 21 که در اینجا توضیح میده که کارکرد ذهنی انسان‌ها در جوامع عقب مانده مخصوصا در جهان سومی چگونه است که اینطوری مثلا میبینی یکی به کیش شخصیت و یکی به محمد آویزون میشه و یکی نمیدونم به اعلی حضرت چه میکنه و شروع میکنه آکروبات بازی کلامی کردن. یکی از کارکردهای ذهنی در جامعه عقب مانده ما از رضا شاه هرکول ساختن و نقش ملت قهرمان ایران که قبل از روی کار آوردن ایشان در انقلاب مشروطه دفتر دودمان نکبتوار قاجاری را در هم پیچید را نادیده گرفتن است، که این کوراندیشی از سوی شاه و لایحه محصول فقدان نگاه تاریخی در بروز علت و معلولها در پیدایی شخصیت و جریانهای سیاسی اجتماعی است که ریشه در کارکرد تفکر سنتی اسطوره‌ای دارد، که نگاه انسان اسطوره‌اندیش در برخورد با مشکلات و کالبدشکافی آن همیشه با معلولها گلاویز می شود. یه چند تا جلسه قبل دیدید من درباره کارکرد تفکر ذهنی صحبت می کردم؟ بله بله، به همین زمینه ارتباط داره. در اونجا 20 تا شاخص رو من شمردم که کارکرد تفکر ذهنی چگونه است. بذارید به دوستان بگیم که برنامه های شما با اسم خودتون، همین انگلیسی که الان زیر اسمتون هم اینجا نوشتین، یزدان خدابندلو، روی یوتیوب هست، روی فیسبوک شما هست، روی فیسبوک مردم تیوی هست و روی 5-6 تا گروه که هر کدوم نقل 40,000 تا 8,000 تا 90,000 تا هم عضو داره اونجا هم هستن. ولی بهترین راه اینه که اسم خود شما رو توی گوگل تایپ کنن، یزدان خدابندلو، و این ویدیوها رو ببینن. اگر هم صحبتی دارن باز از طریق فیسبوک فکر کنم بهترین نوع تماس باشه. بفرم. بسیار خوب، بفرم. خب نگاه انسان و اسطوره‌اندیش در برخورد با مشکلات و کالبدشکافیان همیشه با معلول گلاویز می شود. ملت قهرمان ایران، من خطابم به این افراد ها، به این شاه اللهی هست، ملت قهرمان ایران خود از تاریخ معاصر خبر دارد و نیازی ندارد که آقا و خانم های سلطنت طلب از محمد رضا شاه برایش هرکول بسازند و نماینده و سخنگوی آنها شود. البته که نیروی ترقی خواه ایران سرانجام بساط رژیم نکبتوار اسلامی را از پهنه ایران اهورایی برمی‌چیند، اما نه با این هدف که نظام پوسیده و تاریخ مصرف تمام شده سلطنت را بر اریکه قدرت باز گرداند. آب رفته به جوی پروفساد سلطنت که بعد از تهاجم اعراب همزاد امامت اسلامی شد. یعنی من میخوام بگم که این سامانه سلطنت بعد از تهاجم اعراب عربیزه شد، قبلا هم بهش اشاره کردم، اسلامی شد، باز نمیگردد. خوش خیالان، خود شاه با چشمان گریان گذاشت و رفت و عطای سلطنت را به لقایش بخشید. اون تصویر آقای شاه گریان هم میتونید نشون بدید؟ بله. که بعد اون شعر را من برای شما میخونم روش که در چیز هست، یا شما بخونید مال مولویه. میخواین الان بخونم؟
نه من این متن رو میخونم بعد شما اون رو بخونید. باشه بفهم. به جوی پرفساد سلطنت که بعد از تهاجم عرب همزاد امامت اسلامی شد باز نمیگردد. خوش خیالان. خود شاه با چشمانی گریان گذاشت رفت و عطای سلطنت را به لقاش بخشید. حال شاه قلی ها که از حزب الله ها عقب مانده ترند و زیربرای تفکرشان مذهبی دست بردار نیستند و از ملت برای خود حق سروری می طلبند و مدام به آنها توهین می کنند. شما به جای گرفتار کیش شخصیت شدن ابتدا به فکر زمین زیر پا و خانه اشغال شده خود باشید و سپس بار دیگر برایش فرش سلطنت ببافید و تاج کیانی بسازید. شاه هرکول نبود، رضا شاه هرکول نبود، بلکه عامل اجرای مطالبات به تعویق افتاده انقلاب مشروطه بود که قرعه فال به نام او افتاد تا سر و سامانی به اوضاع نابسامان کشور بعد از جمع شدن بساط دودمان فرتوت قاجاری که ایران را به حراج گذارده بود بدهد. تاریخ معاصر ایران را بدون غرض بخوانید تا در قضاوت گرفتار داوری های ناسنجیده نشوید. در ضمن کسی از جماعت شاه اللهی سوال نمی کند. به فرض محال رضا پهلوی بر اریک قدرت در مقام شاه تکیه زد، چه تضمینی وجود دارد که پای مبارکش را مثل شبیه پدر و پدر بزرگش در کفش استبداد نکند؟ حالا همین تصویرم که اینجا من برای شما فرستادم، حالا یا شما میخواهید بخونید یا من بخونم. من اسمشو گذاشتم شاه گریان. اگه شما لطف کنید این شعر رو بخونید بهتره، چون من خیلی وارد نیستم ولی دارم نشون میدم. یا میخوام من بخونم؟ اگر اشتباه خوندم تو ما تصحیح کنید. اشکالی نداره. من قبلا درباره این بگم که این شعر مالیه قطعه شعری هستش که مولوی در وصف شمس تبریزی گفته، چون اون شمس تبریزی آدم آشفته اخلاق و آواره‌ای بوده. این دربارش این گونه گفته. بفرمایید شما پس بخونید. میگه خود حال دلی، شما به این اشاره کنید، بگه خود حال دلی بود پریشان تر از این، یا واقعی بی سر و سامان تر از این؟ اندر عالم که دی محنت زده ای، سرگشته روزگار حیران تر از این. بفرمایید. کاش که اینو برای اینایی که الان بر مسند قدرت هستن به اصطلاح بگید که ببینن این بند خدا شاه با اون کمکایی که کرد به انتخابات آمریکا راش نداد، با اون کمکایی که کرد به کشورهای دیگه هیچ کدام راش ندادن. حتی انگلستان، تازگی هفته پیش معلوم شده بوده که شاه از خانم تاچر، اگه اشتباه نکنم اون موقع مثل که اون نخست وزیر بوده، بالاخره از دولت انگلستان، اینا که مثل ما نیستن که شخص مهم باشه، از دولت انگلستان تقاضای پناهندگی میکنه و دلیلش هم نوشته بوده که میخوام بچه هم تو اون کشور درس بخونن، ولی حتی انگلستان هم بهش جا و مکان نداد. از اون گذشته ماجرای پدر شاه هم درس عبرتی باشه. البته اون شعری که یاد ما داده بودن، هان ایدل عبرت بین از دیده ابر کن هان، اون واقعا اگر یکم توجه کنیم، آقای اردوغان نمیاد کاخ سفید 500 میلیون دلاری بسازه وقتی که مردمش این مشکلات اقتصادی و اینها رو دارن، یا شرایط اسلامی رو میخواد اونجا چیز کنه. امیدوارم درسی باشه برای دیگران. خیلی خوشحالم که این شعر شما خوندید، چون اون چیزی که من امروز صبح دیده بودم، یعنی فکر نمیکردم این باشه که شما خوندید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خب حالا مطلب دیگه میپردازم تحت عنوان خیال خوش بازگشت به دامان سلطنت، و در اونجا به یه تعداد ارقام و اعداد اشاره میکنم. ببخشید قبل از اون دو تا چیز هست، یکی سخنان گوهربار والا حضرت ولیعت و شهبانو فرای پهلوی، من اینو نشون دادم، اگر ریز نوشته شده بذارید برای دوستان بخونم که شما اونو نشون بدید و بخونید. بله بله، سخنان گوهربار والا حضرت ولیعت و شهبانو فرح پهلوی. من از آینده اسلام در ایران نگرانم، جوانان گروه گروه می روند، زرتشتی می شوند. اوضاع اگر اینگونه پیش رود چند سال دیگر در ایران از اسلام چیزی نمی ماند و مسلمان پیدا نمی شود. یه عکس دیگه جالبتر هم هست که دستبوسی این آخوندار نشون میده. بعضیا همین شاه اللهی‌ها
این رو استفاده میکنن، میگن ببینید اینا اون موقع آخوند پنجزاری بوده، دو تومنی بوده، از خودشون یا مغز ندارن یا واقعا شرافت و شرف ندارن، از خودشون سوال کنن این آخوندا تو دربار و این ور اون ور چی کار میکردن که این خانم فرای پهلوی با این کلاهای مدل به مدل با لباسهای فرانسوی بیاد اینها دستبوسی کنن. و ما میدونیم که در زمان شاه آخوندا را از سربازی معاف کردن، آخوندا حقوق داشتن، بیچاره دانشجوها شب بعضی هاشون ممکن بود گرسنه بخوابن، ولی این آخوندا حقوقای ماهیانه شون از جاهای مختلف میرسید، حقوقای آخوندای کله گنده از ساواک میرسید و در این رابطه اینها دیگه نمیتونن انکار کنن. اجازه بدید همینجا از دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن یا خیلی دیگه زیادتر شاه الله هستن دعوت کنیم، اگر اونها هم صحبتی دارن مثل شما بیان با شهامت شجاعت جلو دوربین بنشینند و بگن و قضاوت رو به مردم بسپارید. بفرمایید. خیال خوش بازگشت به دامان سلطنت. آها آقای سوربی، میدونید که همین خانم فرح برای همین کلاهای مزخرف و اون کفشایی که چیز میکرد سالی بیش از $1,000,000 پول به فرانسه میدادن؟ بله، باید طراحای مخصوص باشه، نمیدونم شارژوردان، نمیدونم فلانی حرفا. ببین حالا کلا برای این بابا درست کرده، ببینیم مثل اون دایلاخ میمونه، اون چیه، کیلان. بله نمیدونم، در صورت اینم باز چیز شده که اینا بهش افتخار میکنن و تمام افتخارات اینها همه دروغی، همه تو خالی. و من واقعا امروز خوشحالم که شما اونو گفتید که بابا اصلاحات خوبه ولی باید پایه و اساس و زمینش آماده باشه و نبود. شما اینجا نگاه کنید، زن اوباما لباسی که میپوشه $180، یعنی بعضی از بچه های ما لباسایی که میپوشن گرونتر از اونه. الان خانم هیلری کلینتون که $675,000 میگیره میره یه جای صحبت میکنه، یه لباسی پوشیده $12,000، همه بهش ایراد گرفتن، بهش میگن تو چجوری میتونی جامعه متوسط آمریکا رو به اصطلاح بیای ازشون صحبت کنی که وقتی که یه لباس $12,000 قیمتش هست. بفرم. بله خب ببینید، من یه مسئله رو تو این وسط برای شما بیان کنم. اون 30 سال پیش که تقریبا ما اینجا اومده بودیم، سیلاسا از همه مهاجران ایران و افغان و اینچه داشتن میمدن اینجا. من پیش خودم فکر میکردم که این جمعیت که اینطور داره میاد به طرف اروپا، مثلا توی آلمانی که من شاهد هستم، تعادل جامعه شهروندی رو به هم نزنه. بعدن متوجه شدم، دیدم نه، اینا حساب شده وارد میکنن، یعنی همین که یه تعدادی رو گرفتن درها رو بستن. یعنی همون موقعی که مثلا سال 86 ما اومده بودیم، در نزدیک های سال 87 نگاه میکنیم میبینید دیگه ورود سیلاسای مهاجرین به غرب مثلا به این آلمان درا بسته شد، دیگه سخت شد، دیگه نمیتونستن بیان. اینجا با حساب کتاب دارن وارد میکنن، یه سالی که مثلا میبینیم میگه 1,000,000 نفر رو بخواد بیارن و نیاتون میکنن، اینجا حساب کتاب داره، با حساب کتاب وارد میکنن، تعادل شهروندی به هم نخوره. در ایران یک مهاجرتیه صورت گرفت در داخلی، مهاجرت داخلی، که یه روزی من یادم مطلب نوشتم درباره کوچ ایرانیان، به اینم اشاره کردم. این مهاجرت درونی یکی از مهاجرت‌های ویران ساز بود، اومدن از روستایی‌ها، اومدن توی شهرها، متراکم شدن، تعادل شهروندی رو به هم زدن، همه چیز به هم خورد. خب خیال خوش بازگشت به دامان سلطنت. درآمد نفتی ایران سال 1347، یعنی 10 سال قبل از انقلاب، $958,000,000 بود و در سال 1354 به $20,000,000,000، در طول 7 سال 21 برابر افزایش شد. و بخش بزرگی از این درآمد کلان در چه بخش‌های مصرف و به چه کسانی رسید؟ بودجه نظامی ایران $300,000,000,000 در سال 1356 بود که با خرید تسلیحات نظامی به $7,300,000,000 افزایش یافت. افراد مناطق بالای شهر قبل از افزایش قیمت نفت در سال 1346 20 برابر پایین شهری ها از امکانات رفاهی برخوردار بودند.
و طبق گزارش بانک مرکزی ایران در سال 1352 نسبت این تفاوت از 20 برابر به بیش از 29 برابر افزایش شد. ببخشید شما گفتید 20 درصد یا 20 برابر؟ 20 برابر. آها اوکی. بانک مرکزی ایران در سال 1352 نسبت این تفاوت از 20 برابر به بیش از 29 برابر افزایش یافت. یعنی همین نقطه 10 سال قبل بالای شهری ها 20 برابر بیشتر از پایین شهری ها امکانات رفاهی می گرفتن، حالا بعد از مدتی 29 برابر شده. درست همین رو آخونده استفاده کردن و تشویق و تبلیغ کردن، باز مثل همون کاری که 1400 سال پیش گفته بودن برادری و برابری، اینها آمدن گفتن ما میخوایم جامعه بی طبقه توحیدی به وجود بیاریم. بله. همون موقع در دوره زرتشتیان هم که میاد اونجا مزدک را میفته، برای چی؟ به خاطر اینکه این اختلاف طبقات به وجود میاد. طبقه در نفس خودش بد نیست، ولی این اختلاف ناهنجاری که یکی توی سر به آسمان میزنه و دیگری در اون پایین داره تخریب میشه، این متعادل نیست. خب در سال 1352 نسبت این تفاوت از 20 برابر به بیش از 29 برابر افزایش شد و اهالی بالای جامعه از 38% هزینه های شهری و پایین شهری ها تنها 1.3% از امکانات برخوردار بودند. و طبق گزارش دفتر بین‌المللی کار در ژنو، شکاف طبقاتی در ایران در صدر شکاف‌های طبقاتی کشورهای جهان قرار داشت که جزئیات این گزارشات در کتاب ایروان ابراهامیان، این کتاب ایروان ابراهامیان هم میتونین نشون بدید؟ عکسشو ندارم، دفعه قبل نشون دادیم. بله، ایران بین دو انقلاب فرستاده بودم براتون. آمده است بیش از 60% وام‌های بانک توسعه صنعت و معدن به تهران تعلق می‌گرفت و در سال 1354 بیش از 50% محصولات صنعتی در تهران تولید می‌شد. حضور دانش آموزان در مدارس تهران 74% و در آذربایجان غربی و کردستان 44% و 36% کاهش می‌یافت. و در سال 1352 میزان باسواد در تهران 62 و در آذربایجان و کردستان 27% و 25% بود. و در یعنی در تهران 62% باسواد بودن، در کردستان 27%، بقیه بی‌سواد. خب همین اختلافا توی آمریکا الان، باز شما خیلی قشنگ گفتیم، من چون رشتم هم برق بوده میگفت که اصلا وجود برق و پتانسیل و اینا این بود که اختلاف بین این دوتا. الان حتی آقای برنی سندرز اینجا استفاده کرد، باز اون از همون کلمه انقلاب، و گفت که این اختلاف طبقاتی انقدر اینجا زیاد شده مگر اینکه یه انقلابی بتونه درستش کنه، و الا اون 1% نمیذاره اون 99% به حقش برسه. و معمولا اینا هستن که اون مردم ناراضی میان باهاشون یکی میشن. البته به نظر میرسه تو آمریکا هنوز به اون شدت و حدت نرسیده. توی آلمان اوضاع اختلاف طبقاتی به چه صورت هست آقای خداوندی؟ در آلمان اونطور که در مثل آمریکا شدید باشه نیست. چرا؟ برای که حکومتش در واقع لایه‌های بین ثروتمند و فقیر پوره، حدود 7 تا 8 تا لایه داره که ما میگیم میتل 6، اوبر میتل 6، اونطور میتل 6، اینا رو ما داریم. بعد یعنی اینه که در آمریکا دو تا طبقه هست، یه طبقه محروم، یه طبقه بسیار ثروتمند که تعداد اونها 1% 2%، این پایینی ها 90% هست. بعد این وسط خیلی خالیه، ممکنه یه تعدادی باشن در آمریکا، اما در این آلمان نه. در این آلمان طبقات از این پایین فقیر تا اون بالا که ثروتمند و چیز میگیره، وسطش خیلی تعداد لایه های خیلی زیادی وجود داره. بله.
خب ممنونم از شما. خاطر هستش که یک تعادل نسبی در این جامعه هست. بله، ما باز به آخر برنامه رسیدیم، ولی این برنامه رو سعی کنیم پیگیری کنیم. همینجا من از دوستانی که با حرفایی که شما میزنید مخالف هستن یا ممکنه نظراتی داشته باشن به اصطلاح مکمل صحبتهای شما، دعوت میکنم که تماس بگیرن از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن و این بحث ها رو بیشتر و بیشتر انجام بدیم. شما باز یه نکته رو قشنگ گفتید، اون تبلیغات دروغ باعث شده خیلی از جوان ها، من تو برنامه پریروز گفتم یه آقای اومده بود یه چیزایی نوشته بود، بهش گفتم دوست عزیز اصلا این چیزایی که شما نوشتی درباره شاه صدق نمیکنه و شما دارید از یک شخص مرده یه بوتی میسازید که اون وقت خودتونم از این بوت وحشت میکنید و مجبور هستید که شب و روز بپرستیش و دیگه نمیدونم چه اتفاق بدی خواهد افتاد. من ممنونم از شما، اگه صحبتی دارید بفرمایید جان. سوربی اگر مثلا 2 دقیقه وقت هست این متن رو تا آخر من بخونم. بفرمایید. خب دو دقیقه طول میکشه. به گزارش بانک مرکزی ایران در سال 1352 نسبت این تفاوت از 20 برابر بیش از 29 برابر افزایش به اهالی بالای جامعه از 38% هزینه شهری و پایین شهری ها تنها 1.3% از امکانات برخوردار بودند. به طبق گزارش دفتر بین‌المللی کار در ژنو، شکاف طبقاتی در ایران شکاف‌های طبقاتی کشورهای جهان قرار داشت که جزئیات این گزارش در کتاب ایروان آبراهامیان ایران بین دو انقلاب آمده است. بیش از 65 وام‌های بانک توسعه صنعت و معدن به تهران تعلق می‌گرفت و در سال 1354 بیش از 50% محصولات صنعتی در تهران تولید می‌شد. حضور دانش آموزان در مدارس تهران 74% و در آذربایجان غربی و کردستان 44 36% کاهش می‌یافت و در سال 1352 میزان باسوادی در تهران 62 و در آذربایجان و کردستان 27 و 25% بود. در سراسر کشور سال 1354 با همه ادعاهای مبارزه با بیسوادی و برپایی سپاه دانش 68% بزرگسالان بیسواد و 10 سال پس از انقلاب سفید شاه مردم تعداد بیسوادها از 13 میلیون به 15 میلیون افزایش یافته بود و با تأسف بسیار در اثر عملکرد غلط رژیم نکبتبار اسلامی احساس نوستالژیک بازگشت به عقب در روان شماری از ایرانیان بیدار و سلطنت طلب‌ها سعی می‌کنند از این بیداری کاذب سوء استفاده کنند که شاید به خیال خامشان آب رفته را به جوی سلطنت بازگردانند. زهی خیال باطل. من ممنونم از شما. دوستان یکیشون روی فیسبوک نوشتن که اکنون هم با مهاجرت بیرویه آفریقایی ها و آسیایی ها به اروپا امنیت و جان اروپایی های بیگناه را به خطر انداختن. این بحثا رو روی فیسبوک هم میتونیم ادامه بدیم یا اینکه شما موضوعاتی رو که دوستان میگن ازشون استفاده کنید به عنوان تاپیک برنامه های آینده. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. این بایگانی تا 1-2 ساعت دیگه روی صفحه یوتیوب و بایگانی صفحه مردم تیوی هم هست، ولی حسنی که داره از موقعی که ما با فیسبوک شروع کردیم همین که ما خداحافظی میکنیم این به صورت بایگانی اونجا میمونه و به قول آمریکایی‌ها VOD ویدیو آن دیمند دوستان میتونن در هر ساعتی از شبانه روز این رو پیدا کنن. بازم ممنونم از شما آقای خداوندی. لطف کردید آقا، بدرود. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خداوند رو بودیم. ایشون رو همین اسمی که نوشته بودیم روی صفحه یزدان خداوند لو میتونید در فیسبوک پیدا کنید، باشون صحبت کنید و یه جایی من حقیقتا فکر میکنم ایشون روشی رو که انتخاب کرده به قدری درست و خوب داره جلو میره که چپتر به چپتر داره مثل یک معلم به من و شما درس میده و ما دیگه باید از حالت اون بچه های مدرسه ابتدایی و اینها بیرون بیایم و به حالت دانشجو عمل کنیم. یعنی وقتی ایشون میگه یه چیزی رو یه جرقه‌ای در به اصطلاح مغز ما
ایجاد کنه، ما بریم دنبالش تحقیق کنیم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم و برنامه رو پی میگیریم. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای مینویی هستیم از تگزاس. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. با دوستان فیسبوکی هم همینجا خداحافظی میکنیم. مرسی.